خب عزت هاشم نصر بن اسدی سوالان مشه مناشا غنی درگ مانای بابا وطرا توضیح میده که کسی که صداقا بده به یه فرد که نیازمنده شش تا براخا حق ادش بارو خوب بهمون میده شش تا براخا حق ادش بارو خوب میکنه ولی مفیسو کسی که بیاد و دلجویی ازش بکنه باش صحبت بکنه و دلداری بهمون بده 11 تا براخا به این شکل حقادش خوب به اون میکنه یه پاسخی داریم که روی اینجوری توضیح میدن یه پاسخی تو میشله که میگه رودف صداقا با خست یمسا خیم صداقا و خوابود یعنی کسی که دنبال صداقا باشه و احسان باشه حقادش بارو صداقا جلو پاش میذاره یعنی چی به چه معناست؟ اینجوری توضیح میدن میگن اگه کسی صداقا بده خدا دوباره صداقا جلو پاش قرار میده یعنی چی یعنی ثروتمندش میکنه که دوباره بتونه صداقا بده و یه توضیح دیگه این که افراد شایسته خودش باروخو جلوش قرار میده که بیان و به این شکل به افراد شایسته صداقا بده بازم گمارا میگه هوشوه بن بنلوی میگه کل حالا گیل هر کسی که عادت داره صداقا بده قدوش باروخو به اون فرزندانی میده که به علی خخما باشن آقل باشن به علی اوشر ثروتمند باشن و به اگادا باشن یعنی دارای اگادا اگادا خودش معنی کسی که بیاد داستانای تورا را تعریف بکنه به این میگن اگادا توضیح همیخترش یعنی اینکه که وقتی که داستانا تورا را طرف تعریف میکنه مردم میکشونه تورا عزیز میشه احترامش بالا میره و به این شکل اینجا منظورش صاحب احترام میشه بنابراین این روی حشوه به لوی میگن کسی که صداقا بده هم اقا خو فرزند عاقل بش میده هم ثروتمند نسلش میشن و هم مورد احترام در مقابل همه قرار می گیرن یه برایتای تعریف میکنه که یه بار میاد و تورنوس رفوس از ریبی عقیوا یه ایرادی میگیره میگه اگه خدای شما افراد نیازمند و دوست داره چرا خدا, خدا بهشون روزی نمیده ریبی عقیوا میگه به خاطر اینکه ما رو مزکی بکنه که بیایم به اون افراد نیازمند کمک بکنیم و به این شکل از دین گهینام نجات پیدا بکنیم تورنوس رفوس یه ایرادی میگیره میگه آقا چطور وقتی که خدا اومده یکی بهش ضربه زده دور از جون زمینش زده خب یعنی آدم خوبی خصف شالم نبوده که این کارا کرده پس اگه شما کمکش بکنید خوب نیست مثل چی میمونه من, من برای طوری مثال میزنم مثالش اینه که یه بار پادشاهی سر یه قلامش عصبانی شد اومد اونا از مقامش خل کرد و حتی تو زندانیش کرد و اگه که و یه نفر پیدا شد که رفت بهش کمک کرد خب پادشاه وقتی بفهمه که اون طرف رفته کمکش کرده اون غلاما خب پادشاه از دستش عصبانی میشه میگه آقا من اینو انداختم تو زندان من اونا پایینش آوردم چرا تو رفتی کمکش کردی و بری بی میگه که دقیقا مثال همه اینجوری کسی که دور از جون این چیز اینجوری شده یعنی آدمی درستی نبوده که خدا اینجوریش کرده دیبی عقیبا میگه نه اتفاقا برعکس من یه مثالی براتون میزنم اسرائیل ها چی خونده شدن؟ بانیم اتم لدنهای لحه خم فرزند خدا خونده شدن و مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که پادشاه سر فرزندش عصبانی شده فرزندش ها زندانی کرده میخواد از رو عصبانیت میخواسته اونا بهش ضربه بزنه و پادشاه عصبانی بوده اون موقع یه نفر پیدا میشه که میره جون پسر پادشاه رو نجات میده تو زندان براش غذا میبره هواشو داره تا اینکه خشم پادشاه میخوابه اون موقع پادشاه میاد قدانی از این طرف میکنه که آقا تو فرزند منو گذاشتی زنده بمونه اومدی بهش رحم کردی اومدی و کمکش کردی بنابراین منم مزد ما مزد زیادی به تو میدم ولی بی به این فرد رومی میگه که ما بانیم خونده شدیم فرزند خدا خونده شدیم و یه توضیح دیگه که تو گمارا میگه اینه که میدونید که هر چقدر که آدم صداقا بده و کمک بکنه دی... به دیگران هرچی دستش بازتر باشه این باعث میشه که کمتر تو پولش ضرر بکنه یه باری بیوخانان بن زکای خواب میبینن در شب مطای کیپور که, برای که خوهرزاده هاشون 700 دینار ضرر میکنن ریویو خانان بن این خوابا که میبینن از اون هفته دیگه هر روز هر هفته میومدن از خواهرزاده هاشون یه مبلغی پول میگرفتن میگفتن آقا صداقا بدید صداقا بدید صدقه میگرفتن ازشون تا اینکه نزدیک به کیپور که میشه ماموران دولت میان برادر خواهرزاده های دیبی خانان بن میگیرن و اونا را 17 دینار جریمه میکنن بعد از این ماجرا وقتی برمیگردن به خدا بنزک میاد به اونا میگه که آقا بذارید من یه رازیا به شما فاش بکنم این که من هر هفته می اومدم از شما پول میگرفتم دلیلش این بود که من شب مصای کیپور خواب دیدم که 700 دینار شما ضرر میکنید و گفتم خب آدم وقتی صدقه بده جلوی این ضرر گرفته میشه اومدم از بهتون گفتم که آقا صدقه بدید و دقیقاً به همون اندازه‌ای که صدقه دادید که 17 دینار مونده بود یعنی 600 و ه در 600 600 و ۶ مونده که بله که من از شما گرفتم 13 دینارش مونده بود از ۷ و به این حال ه ده دینارش مونده بود و این 17 دینار که مونده بود اینا آمدم معموران دولت از شما گرفتن. بری بیو خان میگن خریبی وخواان همون موقع می گفتیم ما 700 دینا رو می دادیم. چرا هر هفته اومدی ازمون گرفتی ریبی و خانم میگه به خاطر اینکه میخواستم لیشما باشه یعنی به خاطر این میخواستم بدید صدقه را برای خود خدا بدید نه به خاطر اینکه جلوگیری از ضرر بشه و این میسواش در نظر هشم بالاتر و بالاتره و یه توضیح دیگه که تو گمارا توضیح میده ما یه پاسخی داریم که میگه انی به ب... صدق اخزه پانخا انی به صدق اخزه پانه یعنی چی؟ شی... یعنی کسی که صداقا بده انی به صدق صداقا بده اخزه پانخا خدا روشا میگیره پنش خینا رو قبول میکنه به خاطر اینه که میگن قبل از هر تفیلایی که آدم میخونه خوبه که صداقا بده معمولا خب تو تفیلای شخریت همه میدن دیگه قبل تو وایوار اختاوی یا قبل از تفیلا صداقا داده میشه و خوبه تو تفیلا مینخا و همچنین عربی تو البته عربی تو ربن میگفتن نه خوبه که قبل از تفیلا آدم صداقا بده به خاطر اینکه مطمئن باشه تفیلاش قبول میشه اینم بگیم اینم خیلی جالبه در گمارا میگه ده تا چیزه که یکی از یکی سختره. ده تا چیز سخت خدا تو دنیا آفریده اولین کوه کوه سختترین چیزیه که خدا آفریده ولی برزل یعنی آهن کوه ها میتونه سوراخ بکنه و از بین ببره آهن ها چی میتونه از بین ببره آتش آتش رو چی میتونه خاموش کنه؟ آب آبا چی میتونه بیاد و حمل بکنه؟ ابر ابر را کی میتونه تکون بده؟ باد بادا کی میتونه جلوش بیسته؟ بدن انسان بدن انسان چی میشکنه؟ ترس ترس بدن انسان میشکنه چی،, چی, کار بکنه که آدم بر ترس قلبه بکنه؟ یا این یا این که آدم میخوره؟ بر ترسش آدم قلبه میکنه چی پاد زهره یا اینه وقتی آدم مست میشه؟ خواب چی دور از جون سختتر از خواب مرگ و ما قانون داریم صداقا تصیل میماوت وقتی که آدم صداقا بده این مطمئن باشه که هر گزرای بعدی که براش بریده شده میتونه به این شکل بیاد و باطل بکنه